سلام امیروزن معلمی هستم از سایت نابقه ها دات کام با یکی دیگه از ویدیوهای دوره آموزش ویندوز در که به صورت رایگان در حال تماشای اون هستید در خدمت شما هستیم انشالله که رایگان این ویدیوها به دست شما برسه و خب بعضی حالا شیطونی میکنن ویدیوها رو جمع میکنن زیپ میکنن و به فروش میرسونن که این کار کار درستی نیست این ویدیوها کاملا رایگان هستش و میتونید اینا رو از سایت آپارات یا یوتیوب نگاه بکنید و لذت ببرید انشالله که تمام ویدیوهای آپارات یا یوتیوب ما رو نگاه کرده باشید اگه نگاه کردید خوشتون اومد حتما قلب لایک کامنت هر چیزی که سلام میدونید برای حمایت از نابغه ها انجام بدید که ما انرژی بگیریم و بهتر از قبل ادامه بدیم در مورد این دوره آموزشی هم باید بگم که خیلی گفتن که آقا میشه مثلا اینو فایل زیپش کنی بدی بله 100 درصد این کار رو انجام میدیم تمام ویدیوها که آماده بشه یعنی تمام دوره که کامل تموم بشه اینو یه فایل زیپش میکنیم و در اختیار شما عزیزان قرارش میدیم حتما حالا اینکه به چه شکل اطلاع رسانی حتما میشه توی آخرین دوره‌ای که داریم آخرین ویدیویی که داریم ضبط میکنیم اونجا دیگه به اطلاعتون میرسونیم که فایل زیپش کجا قرار گرفته بریم سراغ درسمون ما توی قسمت قبلی درس سخت اکانت رو داشتیم برای من سخت بودش و الان میخوایم در مورد تایم و تایم اند لنگویج صحبت بکنیم خب این قسمت خیلی قسمت ساده هستش در مورد زمان سیستمتون هست زمان و تاریخ سیستمتون هست خب ببینید اولین قسمت داره میگه ست تایم اتوماتیکالی یعنی به صورت اتوماتیک تایم منو درستش بکن حالا هر ساعتی که بود درست کن خب این برمیاره به اینکه شما به اینترنت وصل باشید یا نباشید حالا بایوستون تنظیم باشه یا نباشه ساعت بایوس ممکنه ساعت 4 بعد از ظهر نشون بده و خب این سیستم شما میره ساعت از بایوس میپرسه و همون ساعت چهار بعد از ظهر نشون میده در صورتی که ساعت دو هستش این ست تایم اتوماتیکالی برای این هستش یعنی به این شکل کار میکنه ست تایم زون اتوماتیکالی میاد میگه تایم کجاست خب من تهران هستم اگه من اینو وردارم تایم های مختلفی رو شما اینجا دارید میبینید نایروبیه نمیدونم ابودبی چه میدونم باکو و خیلی جا... جای دیگه هستن که حالا شما ممکنه مثلا استانبول باشه خب میگی من استانبول هستم و ساعت به ساعت استانبول میشه یا نه میگی من آقا من استانبول نیستم اشتباه زدم من تهران هستم ساعتت میشه 13 و 32 یا همون 1 و 32 بعد از ظهر معمولا همه چون کامپیوتر به اینترنت وصل هستش دو جفت اینو میذارن سی تایم اتوماتیکالی که اگر احیانا به فرض مثال اه... یه ساعت ساعت کشیدن جلو یا یه ساعت کشیدن عقب اینا اتوماتیکالی انجام بشه که هر چند این تیک رو وردارید اینجا این یه تیک برای اون ساعت کشیدن جلو که فصلی هستش خودش گزینه خاص خودشو داره میگه adjust for daylight saving time automatically یعنی مثلا دارم میگم دو فروردین که شد ساعت و یک ساعت کشیدن جلو اگر این گزینه خاموش باشه ساعت به صورت اتوماتیک جلو کشیده نمیشه ولی اگر این گزینه روشن باشه ساعت رو بکشن جلو خب این اتوماتیک خودش میفهمه ساعت اون جلو و اگر ساعت رو بکشن عقب چون روشن هستش به صورت اتوماتیک خودش این کارا رو انجام میده یه دونه سینک ناو داره که اینا اگه بزنید یک بار میره از تایم تایم یعنی سرور تایم سرور خود مایکروسافت ساعت رو میپرسه بررسی میکنه و دقیقا ساعتتون تنظیم میشه معمولا همه این دوتا رو گزینه ها رو اتوماتیک میذارن که از توی خود اینترنت در میاره و خودش کارش رو انجام میده یه دونه دیگه هم هست شو ادیشنال کلندر این تاسک یعنی تقویم های اضافه بر اون تقویمی که هستش رو هم نمایش بده خب نمیشه دونشو چیزی نمایش نده دو دو گزینه دیگه هم داره سیمپلیفاید چاینیز تردیشنال چاینیز یعنی حالا این مربوط به تقویم چینی میشه تقویم ساده تقویم سنتی خب حالا ما هیچ کدوم این دو تا اصلا نیازی بهش نداریم ما به اندازه کافی از چین داریم ویروس دریافت میکنیم دیگه تقویمشون رو نیاز نداریم این دو تا گزینه که اینجا دیت می‌بینید دیت تایم بزنم میاد تو این گزینه ها. یعنی من اینجا بودم اینو زدم خود من آورد اینجا که هیچی بعدا در موردش صحبت می‌کنیم ببینید من آورد اینجا یه دونه دیگه داره میگه اد کلاک فور دیفرنت تایم زون یعنی ساعت‌های متفاوتی رو می‌تونم اد اد بکنم به فرض مثلا من یه لپتاپی دارم که همش در سفر هستم هی hey, میرم نمیدونم استرالیا برم نویسی انجام میدم دوباره برمیگردم تهران دوباره برمیگردم استانبول هی hey, دارم در حال سفر هستم حالا تو این سه تا کشور خیلی بیشترین رفت آمده دارم میتونم ساعت های مختلفی رو بذارم اسمش رو بذارم کلاک یک یعنی ساعت یک یا مثلا میتونم بذارم استانبول بگم مثلا آقا این جایی که داری میگی استانبول هستم الان و مثلا میتونم اسمش رو بذارم استانبول و میگم خب من یه جای دیگه هستم مثلا زیاد میرم کجا میرم زیاد میرم مثلا اینجا هوود حالا کجا هستش نمیدونم و اینم مثلا اسم اینو میذارم میگم دو جایی که الان من سلیک کردم زیاد رفت آمد دارم و بعدش هم اوکی میذارم و دو تا ساعته اضافه میشه حالا من فعلا فقط استانبولش رو اضافه میکنم که شما ببینید استانبول به این شکل و اپلای رو میزنم اوکی میزنم خب یه چیزی که من حواسم نبود اینه که ساعت از این قسمت ورش داشتم از این قسمت اگه دقت بکنید ساعت استانبول هم بتون نمایش میدید که دیگه حالا من ساعت رو نمیارم و تو همین قسمت اگه اینجا کلیک بکنیم چیزای دیگه هم هست دیت اند تایم و داره بهمون نمایش میده میتونیم ساعت رو از اینجا هم تغییر بدیم بگیم آقا امروز سی هم نیستش مثلا سی و امروز ساعت یک نیست ساعت مثلا ساعت دوه و بعد اوکی رو میزنم و میام بیرون یه دونه دیگه هم داره که چنج تایم زون هستش که این همون حالت ویندوز 7 قدیم هستش هنوز حذف نشده ولی و در هر صورت اینم به زودی ها حذف میشه و دیگه همین حالتی که الان دارید میبینید باقی میمونه بعد اینترنت تایم هستش که میتونم چنج سeting رو بزنم مثلا دارم میگم میگم آقا زمان سرور ساعت سیستم من رو از این آدرس نگیر برو مثلا از این آدرس بگیر آپدیت نه رو میزنم ساعت ها به روز میشن زیاد ما حالا با این گزینه ها کاری نداریم ولی در صورت گفتم بهتون نشون بدم که این گزینه ها چی بودن قسمت بعدی قسمت ریژن هستش یعنی منطقه من معمولا به این قسمتی که دارید میبینید اصلا دست نمیزنم یعنی کانتری رو میزنم همون یونایتد استیت بمونه به خاطر حالا مسئله آپدیت ویندوز و نمیدونم ویندوز استور و مایکروسافت و اینجوری دست به این گزینه ها اصلا نمیذارم شما سعی کنید دست نزنید و همین چیزی که اینجا دارید میبینید بزنید باشه ولی پایینش یه فرمتی داره که میتونید اینو عوض بکنید مثلا الان کلندر من به صورت دیفالت دی این هستش و من هیچ تغییر رو این گزینه نمیتونم اعمال بکنم فرست یا ویک اولین روز هفته معمولا ممکنه اولین بار که ویندوز نصب بکنید این روی خارجی ها از روی ماندی شروع میکردن ساندهی شروع میکردن درسته خارجی ها. روز استارت اول هفتهشون ساندی هستش و ما میگیم که خب ما ساندی نیستیم که ساندی برای ما یک شنبه است برای ما که یه سهت، سهترده هی. ما شنبه هستیم روز اول هفته شنبه است ولی برای, برای خارج ساندی پس ما میگیم گذنه رو اگه دوست داشتید حالا تغییر زیاد خاصی اتباه خاصی توی سیستم تو رخ نمیده ولی اگه دوست داشتین روز اول هفتهتون رو چون ایران دارین زندگی میکنین بکنین سترده بعد یه قسمتی داره برای حالت نمایش دادن تاریخ توی سیستمتون میتونید هر کدوم که دوست داشتین انتخاب بکنی بگه من دوست تاریخ سیستمم به این شکل نمایش داده بشه یا به این شکل یا به این شکل یا به این شکل هر کدوم که دوست انتخاب بکنی لاین دیتش این شورت دیت بود حالت کوتاه تاریخ حالت بلند تاریخ میتونید اینطوری نمایشش بدید اینطوری مثلا که دقیقا امروز چهارشنبه است 5 آوریل 2017 یا اینطوری مثلا فرقش چیه اینو فرقش بین این ویرگول ها بین این عددی که اینجا هستش عدد مثلا اینجا ورده اینجا اینجا از اینجا همین قاطی پاتی کردنش میبینید حالت های مختلفشه بعد حالت نمایش کوتاه تایم به این شکل هستش میتونید بگید اینطوری یا میتونید بگید صرف 9 باشه یا میتونید 9 فقط باشه یا اینطوری حالت بلندش به این شکل هستش که حالا هر کدومو دوست داشتین انتخاب میکنین اینا همه ای هستش بعد اینجا دیگه چی داره فکر کنم اینو گفتم نگفتم آه نه نگفتم این حالا همون حالت باز همون حالت ویندوز 7 هستش که اگر اینجا باز تشریف بیارید میبینید دقیقا همون حالته ولی حالت ویندوز 7 ش دوباره داره میگه شورت دیت لاین دیت شورت دیت ولی اینجا دیگه اون، به اون شکلی که دارید تو ویندوز 10 میبینید دیگه, دیگه نمایش نمیده تاریخو خب یه گیج است دیگه خیلی بهترش اینه که بیام اینجا و از این حالت استفاده بکنم دقیقا میدونم تاریخ تاریخی که میخوام انتخاب بکنم به چه شکل هستش پس این حالت دیگه زیاد سمتش نرید در میشه از ویندوز ده کم کم و تو همین حالته بمونید بعد بحث بعدی هم لنگویج هستش که خب لنگویج من زیاد دست نمیزنم به این قسمت البته دست میزنم ببخشید حواسم نبود منظورم به این قسمت بود اصلا نمیتونیم دست بزنیم بعد از اینجا میتونیم زمان فارسی رو به کامپیوترمون اضافه بکنیم شما میزنید add preferred language و زبون فارسی رو از زبونی که حالا اینجا هستش انتخاب میکنید و next رو میزنید و اضافه میشه و زبون فارسی اینجا اضافه شده میبینید اینجا هستش بعد آها اینجا date و time فکر کنم نصف اینا رو گفتیم آره دوباره ما رو میاره اینجا اگه اینو بزنیم چی؟ آها این قسمت قسمت مهمی هستش اول از فرمت شروع میکنم که گفتم بتون دست به این قسمت نزنید یعنی سمتش نیم به خاطر اینکه حالت ویندوز 7 هستش دیگه همین چیزی که الان دیدید ما بهتون توضیح دادیم دیگه خیلی مهم هستش شما اگر توی کامپیوتر ویندوزیتون حالا چه ویندوز 10 چه ویندوز 7 یا هر ویندوز دیگه دارید ویدیو می‌بینید یه فیلمی رو دانلود کردید با زیرنویس فارسی می‌خوای نگاه بکنید یا نگاه می‌کنید می‌بینی اه زیرنویس فیلم داره مثلا خرشن قورباغه نشون داده میشه این به خاطر این قسمت هستش میگه لنگویج فور نان یونیکد پروگرام ممکنه پات پلیر یا هر چیزی که دارید توش ویدیو میبینید یونیکود رو ساپورت نکنه یعنی در از سیستمتون هنوز به سیستم نگفتی که آقا ساپورت کن میگه آقا من فقط با انگلیش کار دارم دیگه یونیکود چیکار دارم فارسی کار ندارم من فلان زبون رو کار ندارم که خب این حالت اوکیه ولی اگه شما دارید با فارسی کار میکنی نیازی که شما از یونیکود برای دیدن زیرنویس ها استفاده بکنید پس من اینجا چین سیستم لوکلر رو میزنم از این قسمت رو انتخاب میکنم و میتونید این تیک هم بزنید حالا هیچ تغییر خاصی توی سیستم یعنی همین که پرشین انتخاب بکنید زیر اوکی میشه ولی اصلش همین انتخاب این هستش بعدم اوکی رو میزنید حتما بعد از اینکه اوکی زدید باید سیستم ریستارت بشه بعد اینکه سیستم رو ریستارت بکنید بیاد بالا میبینید که زیر ها دیگه مشکلی واسهشون پیش نمیاد و به زبان فارسی قشنگ نمایش داده میشن این گزینه چیه این گزینه رو خودم تا حالا سمتش نیومدم اصلا جدیدم از فکر کنم ندیدمش هرچند تغییر خاصی هم نمیتونیم بدیم توی اینجا ها فکر کنم برای همینه که اصلا ندیدمش تالا حالا در صورت حالا اینم هستش من خودم تا حالا اصلا سمت این نیومدم جدیدم اضافه شده و کار خاصی هم نمیتونیم انجام بدیم باشه در هر صورت خب پس آقا مهمترین قسمت این ویدیو همین درست کردن زیرنویس فارسی ها بود که ببینید ببینید که علت چی بوده که داشته زیرنویس و خرچنگو رو خرچنگور نشون میداده پس اگه این رو بکنید 99 درصد زیرنویستون درست میشه یه دونه گزینه دیگه اینجا هم هست اسپلینگ که ما اینجا رو بهتون گفتم توی قسمت دیوایسز اگه خاطرتون باشه توی قسمت تایپینگ بودیم و تمام این دا که دارید میبینید رو قبلا گفتیم بهتون میمونه اسپیچ که خب اسپیچ هم شما اینجا فقط زبان انگلیس، انگلیسی رو دارید و بیشتر برای صحبت کردن هستش اسپیچ یعنی صحبت کردن و مثلا شما اگه این تیکو بزنید میگه که لهجهی مثلا آمریکایی هم اگر نبود شناساییش بکن مثلا ممکنه یک آدمی باشه که هندی باشه ولی در قشنگ انگلیسی صحبت میکنه ولی لهجهش لهجه آمریکایی یونایتد استیتی نیستش یا مثلا ایرانیه ولی قشنگ داره انگلیسی صحبت میکنه ولی لحجهش لحجه یک آدم آمریکایی که از بعد به تولدش اونجا بوده نیستش این تیگو بزنید میگه شناسایی کن اگه مثلا طرفش انگلیسی صحبت میکرد ولی لهجهش لهجه آمریکایی یونایتد استیت نبود تو شناساییش کن و مشکلی نداشته باش میتونید اینجا برای اینکه لهجه شما و صدای شما رو بشناسه از میکروفون استفاده بکنید که هرچند گد بزنید بزنیم و چون میکروفون اون توی مجلس ساز کار نمیکنه نمیتونیم از این استفاده بکنیم در مورد خوندن میگه کی بخونه با چه صدایی وسط بخونه مایکروسافت دیوید باشه یا زیرا باشه یا مارک باشه خب مثلا دیوید اگه بزنید و بزنید حرف بزنه نمیدونم صداش حالا ضبط میشه یا نه چون من فکر کنم صدا سیستم رو ضبط نکردم در صورت شما خودتون توی اگه نشنیدین میتونید تستش بکنید اینو بزنید پریویو بزنید ببینید که صدا چه شکلیه اینو بزنید پریویو بزنید ببینید صدا چه شکلیه میتونید صدا رو کم و... زیاد نه. سرعت حرف زدنشو کم و زیاد بکنید و میتونید حتی صداهای دیگه هم اضافه بکنید که البته 100 درصد فارسی جزوشون نیست و فقط این زبون هایی که دارید میبینید اینجا برای اد کردن اضافه هستش و اینجا که میبینید فقط انگلیش یونایتد استیت اضافه شده و طبیعی که شما کشور گذاشتید یونایتد استیت و انگلیش یونایتد استیت هم اضافه میشه خب با لحجه اونا اینا صحبت می‌کنند. تایم ویدیو زیاد شد ولی خدا تونستیم که همین چارتی که تو این گزینه بودهش تایم لنگویج بوده توضیح بدیم و تموم بشه بره پی کارش امیدوارم که لذت برده باشید حتما سر به فروشگاه نامقاب بزنید مطمئن باشید که بهترین پکیج ها تو این سایت هستن ولی چون تبلیغی واسش نشده و با جایی شما ندیدینش به غیر از این ویدیو که خودم دارم میگم مطمئن باشید ناشناس موندن سر بزنید بعد کامنت ها رو بخونید خودتون متوجه میشید که چه پکیج خیلی خوبی بوده و شما نمیشناختید نمیدونستید که همچین پکیجی هم وجود داره سر بزنید ضرر نداره اگه از ویدیوها لذت بردین حتما اینو با ما در میون بذارین با کامنت گذاشتن با قلب گذاشتن با به اشتراک گذاری کردن عضو شدن توی کانال تلگرام توی اینستاگرام توییتر و هر جوری که خودتون صلاح میدونید یه جوری ما رو مطلع بکنید که آقا ما از کارت راضی هستیم ویدیوها خیلی خوبه بیشتر ادامه بده که ما به انرژی بگیریم و این کارو ادامه بدیم و بهترش بکنیم حالا ادامه دادن یه بحث جداست اینکه ویدیو ها هر روز بهتر و بهتر بشه و شما لذت ببرید هدف اصلی ما هستش دیگه سرتون رو درد نمیارم خیلی ممنونم خدا نگهدار